به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان نازنینم در سرتاسر جهان. خب میخوام امروز در این کلیپ درباره برنامه زامبی ها صحبت کنم و اینکه در واقع این فیلم های زامبی که وارد بازار شد و من بهش میخندیدم، یعنی مسخره میکردم و فیکشن هستش، ساینس فیکشن هست، مثل اینکه داره به واقعیت نزدیک میشه و باید یه مدل های جدی بگیریمش. حالا ممکنه دقیقا اون چیزی که اونا تو فیلم های زامبی آوردن نباشه، ولی یه چیزی شبیه اون. و ابزار کار چی؟ همین کرونا. حالا اگر که با کرونا موفق نشن، یه چیزی شبیه کرونا دوباره میارن. یعنی اینا شروع کردن و دست بردارم نیستن، مگر اینکه جمهوری اسلامی ایران جلو بیفته و پیش قدم بشه و یک جنبشی رو، یک انقلابی رو در سطح جهان آغاز کنه علیه این شیطان صفت ها. خب بریم، من یک کلیپ کوتاهی رو از دکتر حسن عباسی بهتون نشون میدم، بعد میرم سراغ یک کلیپ از برنامه ترو نیوز با ریک وایلز و برنامه گذاران دیگرش و یک بخش کوتاهیشو پخش میکنم و این رو ترجمه کردیم برای شما. میگم که چی هست. اینا هم مثل من شوکه هستن، هم در شوک هستن، همین برنامه گذاران ترو نیوز. میخوام بگم که یک جریان های شیطانی در جهان ما در حال اتفاق افتادن هست و جالب اینه که آدم ها، خیلی از آدم ها اینا رو نمی بینن، اصلا اینا رو متوجهش نیستن که داره اتفاق میفته و همینطوری میپذیرن. یعنی میخوام بگم که یک رفتار بسیار غیر فعال دارن، یک رفتار منفعل دارن، اصلا هرچی که بهشون میگن فکر میکنن که این درسته، باید همین راهو برن، اما چیزهایی پشت پرده داره میگذره که واقعا خطرناکه. و میخوام بگم اون شیطان صفت ها یا شیاطین از همین ساده لوحی مردم و از همین خوشباوری مردم دارن استفاده میکنن که به اون اهداف شوم و پلیدشون برسن. خب بذارین من یک نرم افزاری هست اینجا ببندم که مزاحم این برنامه نشه. وقتی که واتساپ یا تلگرام بازه، پیام میدن دینگ دینگ صدا میکنه. خب بریم این کلیپ دکتر حسن عباسی رو ببینیم و چیزایی رو که ما مسخره میگرفتیم و خیلی از ماها هنوز مسخره میگیریم، از جمله خود من، داره در واقع یک جامعه واقعیت به خودش میگیره. حالا شاید نه 100%، بخشش هم که درست باشه فاجعه است. بریم این کلیپ رو ببینیم و دربارش صحبت میکنیم. خب گوش کنیم ببینیم که دکتر حسن عباسی اینجا چی میگن. کوتاهه. فکر بشر امروز زامبی زده است. بشر امروز یک جور اصطلاح ما بهش میگیم مسخ شده. بشر از خود بیگانه شده. این بشر از خود بیگانه شده، این بشری که به نوعی مسخ شده، زامبی شده، این بشر نیاز به یک نور و نیاز به یک فکر شفاف داره که سرچشمه زلالی باشه، از حقیقت و معنویت بشر رو نجات بده. این فرهنگ اجتماعی اقتصادی که امروز از سوی غرب سرازیر شده و جهان رو زامبی کرده و تک تک این 7 میلیارد نفر رو مسخ شده میخواد، تنها تکیهگاهی که بشر امروز داره که میتونه روبروی اون بایسته، انقلاب اسلامی ایرانه. بالاخره زبان اسلام زبان فطرته، فطرت الله التي فطر الناس عليها. وقتی زبان اسلام زبان فطرته، دعوت اسلام دعوت به زبان فارسی یا عربی یا انگلیسی یا ژاپنی یا در واقع زبانهای دیگه نیست، دعوت اسلام دعوت به زبان فطرته. انقلاب اسلام ایران رفتار فطری داره، حزب الله لبنان رفتارش فطریه. خب در واقع این حرف دل من هستش. جمهوری اسلامی همون گونه که پیش قدم شد و جلوی این شیطان بزرگ ایستاد، 43 سال استقلال داشتیم و در واقع قدرتمندتر و قدرتمندتر شدیم از دیدگاه نظامی. حالا بگذاریم از این که دولت‌های ناکار آمده و شاید خائن هم اومدن روی کار که سرسپرده غرب بودن، از این بگذاریم، ولی اون پیکر اصلی نظام درست بوده، کارهای اصلی نظام درست بوده. خب اینو داشته باشین.
اینها جهان رو تبدیل کردن به زامبی ها و زامبی زاده ها که هرچی هر طرفی که میخوان اینا رو میکشونن. ابزار کارم فضای مجازی جنگ نرمه که تا همین جاش میخوام بگم اینا بردن متاسفانه. من واقعا اشکم در میاد وقتی فکر میکنم چه بلایی سر جوانای ما آوردن. خب بریم اون کلیپی رو که با ریک وایلز و گروه ترو نیوز هست براتون پخش کنم و ببینین که اونجا داستان چیه و چی گفته میشه. خب من برم این رو بازش کنم کجا قایم شده. خب اینجاست. من یه دو سه دقیقه شو پخش میکنم و بعد براتون ترجمه میکنم. یه چیزی که خود اینا انگوش بدهن موندن از این داستان. این برنامه مال برنامه دیروزشون هست. بریم با هم دیگه گوش کنیم و ببینیم چی گفته میشه. A Catholic priest, I believe, who's passed away, who said many years ago, the plan is to eliminate the Catholic Church. میگه که یک کشیش کاتولیک که سالها پیش زندگی میکرد و الان درگذشته گفتش که برنامه اینا اینه که اصلا مسیحیت رو حذف کنن، یعنی این دین رو حذفش کنن. And all religion. و بقیه مذاهب و بقیه ادیان. And she said it's so odd that church was talking about it on the very same night, last night. خب میگه که دیروز یکی کسی اونجا بود در کلیسا و همین صحبت‌ها پیش بودش، یعنی در داشتن صحبت میکردن که یه چنین خطری هست، دارن تمام کاری میکنن که تمام ادیان برچیده بشن. این ترو نیوزیا انسان‌های بسیار شریف و با ایمانی هستن، ایمان درست، یعنی از اون ما میگیم اسلام ناب، اینها مسیحی ناب هستن. You know, the one thing we were talking about yesterday was we opened up the program with the Netflix trailer about Sweet Tooth, the sci-fi series about hybrid children. Yes, hybrid. میگه که یک بار فیلمی روی نتفلیکس هست به نام Sci-Fi Children که یعنی بچه‌های سایفای که حالا میگه. Children born after a global vaccination program following a pandemic of. میگه که بچه‌هایی که بعد از این پاندمیک جهانی به دنیا اومدن و virus. Okay. So everybody's vaccinated and then suddenly something weird happens. همه آدما واکسن زدن و ناگهانی چیز عجیبی اتفاق میفته. Babies are being born who are half human, half animal. Yes. بچه‌هایی به دنیا میان که نصفی حیوان هستن، نصفشون حیوانه، نصفشون انسانه. خب من بهتون گفتم که توی دارک وب و دیپ وب و اینا از این دست انسان حیوان‌ها پیدا میشن و همین امروز همین الان داره یه چنین اتفاقایی در آزمایشگاه جهان میفته، آزمایشگاه شیطانی که میان کراس میکنن و یه چنین موجوداتی رو به وجود میارن، پدید میارن. این داره اتفاق میفته. خب حالا اینا اول میان میدونین که سلف فولفیلینگ پروفسی، میان اول یه چیزی رو اعلام میکنن، حالا از طریق برنامه ها، فیلم ها، نمیدونم هالیوود هر چی دیگه هست، میان اعلام میکنن بعد میرن اجرا میکنن. I came across something today with the Amazon web services, right. خب میگه که داک امروز یه چیزی رو پیدا کرد در رابطه با آمازون وب سرویسز. کمپانی آمازون رو که میشناسین، درباره شنیدین، من قبلا کتاب از اونجا سفارش میدادم، الان چیزای دیگه هم سفارش میدم. مثلا اگه یه قیچی بخوام، نمیدونم حالا یه کرم بخوام، میبینم آسونه و به جای اینکه پاشم برم تو فروشگاه وقتم رو تلف کنم، اینجا میرم در ظرف 5 دقیقه 10 دقیقه. خودم یکی از مشتریای آمازون هستم ولی نه زیاد، یه چیزایی میخرم اونجا. حالا اینا یه سرویسی دارن، یه سرویس وب دارن که اینجا اینا دارن توضیح میدن داک برخورد کرده به یک قانونی در پلتفرم آمازون که این واقعا شوک کننده است. حالا گوش کنین. AWS. A lot of companies use AWS for server storage, build websites, things like that. And so
And so when you sign up for using Amazon Web Services, you have to read the terms of service. میگه که این یه سرویسی هست که شما میتونین در واقع به اون بپیوندین. وقتی که به این سرویس میپیوندین امضا میکنین که قوانینشون رو قبول دارین. حالا قوانینشون چی هستش؟ بگذارین من اینجا ببینم میتونم اون قوانین رو بیارم. سرویس ترمز میبینین و اینها من فقط نشون میدم اینجا این یه چیزی هستش که 80 تا نمیدونم بند و قانون و اینا داره. من فقط اینجا بهتون نشون میدم که چی هست. نمیخوام الان برم فقط یه بندشو اینجا قراره که برای شما بخونم. ببینین میخواستم بهتون نشون بدم که هست. بریم بزنین آمازون ویب سرویسز ترمز آف دیدین او چی شد. بذارین برم ببینم. خب ببینین آخرین چیزی که داره بند 77 دو درست اون بالاشم چی نوشته؟ Service Terms Last Updated December 2020. یعنی چی؟ یعنی آپدیت آخری که انجام دادن دسامبر سال گذشته بوده. خب من اینو خاموش میکنم میرم سراغ بقیه این صحبتی که اینا دارن. You have to acknowledge that you have read the terms of service. So buried in the terms of service in item 42.10 is میگه در بخش اون قوانینشون شماره 42.10 ببینین چی نوشته. حالا این 42.10 یه چیزی که واقعا شوک آوره و اینا تو این برنامه دارن میگن که اگر که مثلا جشن هالووین نبود یا اپریل فول نبود، اپریل فول اول ماه اپریل و آدم ها میان به هم یه دروغ میگن، یه دروغ بزرگ، گاهی آدم ها باور میکنن گاهی هم باور نمیکنن، اسمش از اپریل فول. حالا میگه که اگر اول آپریل نبود و یا فکر نمیکردم که این در رابطه با این جشن هالووینه، خب این شوخی ها رو میکنن با هم دیگه. ولی نه، ما متوجه شدیم که این جزو این قوانین استفاده از این سرویس آمازون هست، روی وبسایتشون هم هست و این از طریق وکلای بین‌المللی حقوقدان‌ها این رو اومدن طراحی کردن و اول که این رو روی وبسایتشون اومد همه فکر می‌کردن اینا دارن مسخره می‌کنن، دارن یه کسانی رو می‌خوان آدما رو دست بندازن، ولی نه، این همونجا هستش و اونجا هم مونده، برای دست انداختن هیچ کسی هم نیست، خیلی هم جدیه اینو دارن میگن. And when I saw this, it just nearly knocked me out of my chair. And explain what lumberyard materials is. Yeah, so simple use, safety critical systems, your use of lumberyard materials. And that's not stuff from Home Depot or Lowe's, okay? Lumberyard is a place where you can build projects within Amazon Web Services. It's a digital sandbox, if you will. So you can build like websites or your own server path, whatever. So they. خب میگه که این آمازون وب سرویسز یه سرویس معمولی هوم دیپو و فروشگاه زنجیره اینا نیستش. اونجا شما میتونین برین خیلی چیزا رو با این سرویس ثبت نام بکنین، خیلی چیزا رو خودتون بسازین و اونا اومدن قوانینی گذاشتن که چه چیزایی رو اجازه دارین بسازین، اجازه دارین تو اون فضا اینا رو تولید بکنین، طراحی بکنین و چه چیزایی رو نمیتونین. حالا call it lumberyard. So your use of lumberyard materials must comply with the AWS acceptable use policy. خب میگه اسم این سرویس هست این فضا lumberyard و باید این قوانینی که آمازون وب سرویسز رو که اونجا انجام میدن این قوانین رو باید اجرا کنن تو این فضای lumberyard. The lumberyard materials are not intended for use with life critical or safety critical systems such as use and operate. خب حالا من اینجا رو میخونم، ترجمهشو براتون میخونم که این لامبریارد سرویس برای چی هست. خب این عینک پروفسوریمو بزنم، شاید پروفسور بشم با عینک. خب ببینیم که شرایط استفاده از این سرویس آمازون، سرویس شماره 4210 که اونجا دیدین و اینا هم نشونش دادن و من اون لیست رو نشونتون دادم. استفاده قابل قبول سیستم های بحرانی ایمنی، استفاده قابل قبول
یعنی سیستم های بحرانی ایمنی استفاده شما از لامبریارد باید با خط مشی استفاده قابل قبول مطابقت داشته باشه. یعنی ما یه قوانین گذاشتیم باید اون این کاری که روی این لامبریارد در فضای لامبریارد میکنین تابع این قوانین باشه. حالا مواد لامبریارد برای استفاده در سیستم های حیاتی یا ایمنی حیاتی مانند استفاده از تجهیزات پزشکی، سیستم های حمل و نقل خودکار، وسایل نقلیه خودران، هواپیماها یا کنترل ترافیک هوایی، تأسیسات هسته‌ای، فضاپیماهای سرنشیندار یا استفاده نظامی در ارتباط با لایو کامبت نمی باشد. یعنی در رابطه با در واقع این چیزایی رو که عنوان کرد نمیتونین اینجا انجام بدین و قدغن هستش، نمیتونین این کارا رو بکنین. اما با این حال این محدودیت در صورت وقوع حالا اینجا اون نکته کلیدی میاد، وقوع یه چیزهایی که الان عنوان میکنم که تایید شده هست توسط مراکز کنترل بیماری های ایالات متحده، یعنی اونجا تاییدش کردن اینو. با این حال این محدودیت در صورت وقوع یک عفونت ویروس گسترده منتقل شده، خب اینجا منظور کرونا است دیگه، چیز دیگه به نظر شما میرسه، از طریق نیش. خب الان این اومدن گفتن که این نمیدونم یه خفاش بوده، نمیدونم یه چیز دیگه بوده، حالا از این چرندیات، حالا از کجا بوده و این داستان، اینا رو من بهش نمیپردازم. از طریق نیش یا تماس با مایعات بدن. تماس با مایعات بدن یعنی چی؟ اگر که شما حالا این بیماری رو داشته باشین، سرفه کنین، عطسه کنین، یک مایعاتی یا ذراتی در هوا پخش میشه، میشه مایعات بدن، که باعث زنده شدن اجساد که به دنبال خوردن گوشت، خون، مغز یا اعصاب موجودات زنده هستن. یعنی یک اجسادی که مردن، این چیزا بهشون حالا یا نیش بخورن یا این مواد بهشون برسه، اینها شروع میکنن حالا به چجوری مثل انیمیتد میشن، یعنی یه مدلای زنده میشن، شروع میکنن به خوردن گوشت و خون و مغز و اعصاب و نمیدونم تمام این چیزای موجودات زنده. ولی این درباره یک چنین پروسه اعمال نخواهد شد، یعنی این قدغن نیست. این مسئله احتمالا منجر به سقوط تمدن به سقوط تمدن سازمان یافته می شود. خب خودشون هم دارن میگن اگر چنین چیزی اتفاق بیفته البته تمدن سقوط میکنه. خب پس متوجه شدین که چی هستش؟ دارن اینجا خیلی روشن و واضح میگن در یک چنین موردی اگر که شما بیاین لامبریارد رو استفاده بکنین و یه چنین برنامه هایی، پروژه هایی اونجا اتفاق بیفته در اون فضا، این دیگه قدغن نیست، این قابل قبوله، دارن میگن اینجا. خب پیشش که این دوستان ما گفتن بچه های هایبرید دارن دنیا میان، بچه های هم حیوان هستن هم انسان. حالا من اینو نمیدونم که واقعیت داره یا نه، ولی در اون دارک وب و دیپ وب از این تصویر و از این موجودات دیدم، ولی چقدر آیا این واقعیه یا انیمیشن، اونو شما نمیدونم، اینو باید بگم. خب ببینیم که تو بقیه ویدیو چی میگن. لازم بگم خانوم زهر خانوم اینو ترجمه کردن، به من لطف دارن و کمک من کردن که وقت پیدا کنم برای برنامه ساختن، ترجمه کردن اینو. Let's keep that up for just a moment while we actually pardon the pun digest this information. میگه بذاریم یه دقیقه نگه داریم یه خود اینو هضمش کنیم. یعنی اینا شوکه شدن، اصلا یه چنین چیزی واقعا شوکاوره که این توی پلتفرم
آمازون که یک بیزینس تریلیون دلاری الان، یعنی الان اون سرویس هایی که بر جهان دارن سرته میکنن، حکومت میکنن، آمازون هست، فیسبوک هست، ای بی هست، دیگه نمیدونم همه این شرکت هایی که مثل این هست، گوگل هست. خب اینا شدن جایگنتیک، یعنی خیلی بزرگ شدن. تمام این بیزینس های کوچیک، حالا مثلا یه سبزی فروشی، یه بقالی، یه قصابی، یه گوش فروشی، یه نمیدونم آرایشگر، یه نمیدونم یه جایی که شما حالا میرین یه سرویس های نمیدونم مشاوره، یه سرویس های کوچیک، اینا خیلی ضرر و زیان دیدن. و خیلی اوقات هم میخوام بگم فروشگاه های کوچیک که مواد غذایی میفروشن، اینا واقعا از دور دارن خارج میشن، همش افتاده دست آمازون. آمازون الان درآمدش چند برابر شده، با اینکه خیلی آدم ها فقیر شدن، از کار بیکار شدن، دارن تو خیابونا میخوابن. اینجا تو آمریکا، من اینجایی که اینجا میرم پیاده روی، هر روز میبینم که چند نفر رو تو این پیاده روی میبینم که کنار خیابون خوابیدن، جایی که اصلا امکانش نبود چنین چیزایی رو شما ببینین. خب در صورت این داره جلوی چشممون اتفاق میفته. این کمپانی های بزرگ، این بیزینس های کوچیک و بنگاه های کوچیک رو خوردن، اینا در واقع حل شدن تو اینا. این اتفاقی است که داره میفته. و این آمازون، آمازون تریلیون دلار بیزینس هست و یک چنین قوانینی رو روی وبسایتش گذاشته، روی اون آمازون وب سرویسز. خب شوخی داریم؟ اصلا میتونه شوخی باشه؟ یعنی صدها حقوقدان نشستن اینا رو تنظیم کردن، یعنی اینا دارن با مردم، با این کسانی که این سرویس استفاده میکنن، دارن شوخی دارن، مسخره دارن. خب داستان عجیبه دیگه. I know some of you are saying, oh come on, it's just a joke. Okay. برای میگه من فکر کردم جوکه، اینا دارن جوک میگن. I can buy that to a limited degree. If it was, میگه من میتونم قبول کنم تا یه حد محدودی. A joke at a Amazon Web Service Halloween party. خب همون که گفتم، میگه تا یه حدی میتونم قبول کنم که مثلا در رابطه با یه جشن هالووین دارن جوک میگن. Right. Or April Fool's Day. Yes. April, you know, یا اپریل فولز دی، همون که گفتم روز اول آپریل که میان دروغ میگن، شوخی میکنن با هم. And so they said they showed this to the employees. Everybody laughed. میگه که این قانون رو به کارمنداشون نشون دادن، همه میخندیدن، اصلا باورشون نمیشه، اصلا نمیدونن چی هست. And then the CEO said, hey, get that out of the document. بعد میگه که مدیر این همین کارمندا گفتش که اینو از این قوانین بیاریم بیرون، از تو این سند یا مدرک هر چی که هست. This is just a joke. این فقط یه جوکه. Right. But it's not. بل نیست. It's still there. It's هنوز اونجاست. Been there for at least 5 years. میگه هنوز اونجاست، دست کم برای 5 سال اونجا بوده، از سال 2016. Yeah, so and this is an article from 2016, Rick. Right. And so even then they had this. I don't know how we've missed it in the past, but we found it today. خب میگه که این از اون موقع بوده، من نمیدونم که چطور شده که ما به این توجه نکردیم، ولی بوده، اونجا هنوزم هست، حالا چشمون بهش خورده. خب من این کلیپ رو میبندم اینجا. چیزی که میخوام بگم اینه که یک کارهای عجیب و غریبی، اهداف سیاسی عجیب و غریبی داره اتفاق میفته در این جهانی که داریم توش زندگی میکنیم توسط این کرونا، و هیچ کسی هم متوجه نیست، برای اینکه انقدر کشورها رو، دولتها رو، مردم جهان رو مشغول مبارزه با این کرونای با این کرونا کردن که به باور من این کرونا چه بسا یه آنفولانزای سخته. اگر که این همه نایمده بودن تو بوق و کرنا نکرده بودن، شاید اصلا کسی توجه نمی کرد، اصلا کرونایی در میان نبودش. توجه کنی، من نمیگم نیستا، چنین حرفی رو نمیزنم، هستش و مصری هم هست.
ولی مگر که ما آنفولانزا نمی گرفتیم، حالا آنفولانزای مختلف یا زاتوریه یا هر چی که اگر ویروسی باشه آدم میتونه به دیگرانم بده، مگه آدم ها سل نمی گرفتن در زمان گذشته؟ حالا در صورت اینا اومدن این داستانو خیلی بزرگش کردن از طریق میدیا و اهداف سیاسی خیلی شومی برای بشریت دارن و جهان رو دارن میبرن به سمت و سوی بیدینی، شیطان پرستی، شیطان صفتی، گریز و دوری از معرفت و کرامت انسانی. و حالا برنامه‌ای که تهیه میکنم خواهید دید که آدم ها رو دارن به کجا میبرن. الان همجنسگرایی رو مد کردن. اگر که شما اصلا همجنسگرا اگه نباشی، اگر که با یه مرد مثلا رابطه مسخره بکنی که رابطه یه مرد با یه مردم، شما میشی امول، شما میشی ابله، شما میشی آدمی که تاریک اندیشه. الان اینو جا انداختن، دارن جا میندازن، خیلی سال رو مخ و مغز آدم ها را رفتن. بذارین من برنامه هایی در رابطه با همین چیزا، با خیلی از چیزا براتون درست میکنم و پست میکنم. پس خواهش میکنم کمک کنین که اینها جا بیفته. من جمع‌بندی میکنم، ابزار کار اینها میان از طریق حالا هالیوود یا از طریق میدیا، از طریق هر چیزی که هست، میان یک هدفی رو برای خودشون مشخص میکنن، سلف فولفیلینگ پروفسی، یه چیزی رو، یه هدفی رو دارن، میگن ما پیاممون اینه، ما هدفمون اینه، رسالتمون اینه، حالا میخوایم چیکار کنیم، چه جوری به اون برسیم. بعد میان ابزار کار رو تعیین میکنن، ابزار کار رو طراحی میکنن، چه جوری برسیم به اون و هدفشون اصلا چیه. یک مش آدمای شیطان صفت عقده‌ای که اینها به خاطر اون طبیعت زشتشون از خیلی از جوامع طرد شدن، حالا اینا اینقدر این عقده‌ای شدن که میخوان این عقده ها رو سر تمام جهان خالی بکنن. یعنی فکر میکنن که کره زمین مال اوناست، این کره زمین رو باید خالی بکنن از ملت ها، از مردم، و یک تعدادی بمونن بر جا بمونن که برده اینا باشن و هر کاری که اینا میخوان اونا انجام بدن. یعنی این کاهش جمعیت در دستور کاریشون هست، One World Government در دستور کاریشون بوده و هست. حالا میخوام بگم که اون نکته مهم اینه، اینا برنامه زیاد میریزن این شیاطین، ولی آیا قراری که به برنامه هاشون برسن، به اهدافشون برسن؟ من فکر میکنم نه. اگر که ما بیدار شیم و ایران پیش قدم بشه برای متوقف کردن تمام این اهداف شیطانی پلید و کثیف که تو این مخ شیطانیشون میگذره و اینها یک مش نمیخوام بگم، اینها یه مش جانور شیطان صفت پلید و زشتندیش هستن که افتادن به جون ملت‌های جهان و تمام مردمان خوب دنیا، چون براشون قابل قبول نیست، اصلا توی فکر تو مخیلشون نمی گنجه که یک چنین موجوداتی میتونه وجود داشته باشن، میتونن وجود داشته باشن و میتونن چنین اهدافی رو داشته باشن، اینا باور نمی کنن. یکیش که یکی از دوستان آمریکایی هستش اینجا و من باهاش داشتم صحبت میکردم، یه مدلی منو گفتش اصلا این حرفا نیستش، این حرفا چیه شما میزنی، بذار هر موقع که داشتن اون کارا رو انجام میدادن اون موقع ما یه کاری میکنیم. خب اون موقع دیره، قبل از اینکه کار به اونجا برسه باید یه کاری انجام بدیم. حالا چجوری کار به اونجا میرسه تصور کنی، من نمیگم اینطوری میشه ولی احتمالش هست. تصور کنین که اینا الان اومدن دارن همه ارتش آمریکا رو واکسن میزنن، تمام پرسنل بهداشتیشون رو دارن واکسن میزنن، اینا بایدیه. خب وقتی که ارتش در واقع خلع سلاح بشه، یعنی بیفتن بمیرن یا بیماری های عجیب غریب بگیرن، یا پرسنل بهداشتیشون، پزشکاشون، پرستاراشون، اینا یه بیماری های عجیب و غریب بگیرن و خودشون دچار مشکل و مسئله بشن، اینا چطوری میتونن مردم جامعه رو کمک کنن؟ یعنی با هدف دارن میرن، اینا داره جلو چشممون اتفاق میفته. پس ما باید بیدار بشیم عزیزان من، تک تک ما وظیفه داریم
که این حرفایی رو که گفته میشه، مثلا این برنامه رو به گوش کسانی که تصمیم گیر هستن در ایران برسونیم. اونا آدم های باهوشی هستن، ولی میخوام بگم خیلی از انسان ها مثل خود من، ما باورمون نمیشه که یه چنین چیزایی میتونه اتفاق بیفته، ولی داره اتفاق میفته جلو چشممون، داره اتفاق میفته جلو چشممون. باید ازش جلوگیری کنیم. خب در صورت شما رو به خداوند بزرگ ایران میسپارم، به من کمک کنین تا به بشریت کمک کنیم، به خودمون کمک کنیم، به ایرانمون کمک کنیم. با عشق و عاشقانه ایران، خدا نگهدارتون.